وسیله این رسانه، این رسانه که یک رسانه ملی است و داره کوشش میکنه که ایران و ایرانی رو برگردونه به اون سابقه خودش، بیایم از این پیشنهاد پشتیبانی کنیم، ببینیم که آیا واقعاً بهتر نیست برای اینکه وجهه‌ای رو که ایرانی در دوران شاهنشاهان پهلوی داشته و الان با روی کار آمدن حکومت ظالم اسلامی، حکومت تروریست و تروریست پرور، نام شهید پروری رو که گذاشتن روی شما، شهید پرور در یک اصطلاح دیگه اگه بخوای ترجمهش کنی یعنی شهید، یعنی ترور پرور، تروریست پرور. دیدید که وقتی یه نفر انتحاری میره میگن که این شهید شد، میره یه دیرو میکشه. شهید پرور یعنی تروریست پرور. وقتی که شما مردم در دنیا به عنوان مردم تروریست پرور معرفی شدید، گفتم مردمی که در زمان شاهنشاهان پهلوی شخصیت داشتیم، همون جشن‌های 2500 ساله برای نشان دادن تاریخ و شخصیت ایرانی بود، برای این بود که به دنیا نشان بدن که ایرانی کیست و کی بوده. چون تا پیش از روی کار آمدن رضا شاه بزرگ، ایران یک کشور فراموش شده عقب مانده‌ای بود. واقعیت‌های تاریخی رو که نمیشه کتمان کرد، فیلمش هست، مدارکش هست، اسنادش هست. حالا یک چنین کشوری رو شاهنشاهان پهلوی به اون قدرت، به اون موقعیت رسونده بودن، آخوندها دوباره اومدن و این رو تبدیل کردن به همون کشور که امروز دنیا ایرانی رو به عنوان مردم وحشی، به عنوان تروریست، به عنوان مردم عقب افتاده میبینه. نمایندگان شما مردم ایران وقتی میان بیرون، توی فرودگاه تفتیششون میکنن که بمب همراهشون نباشه، با تعجب نگاه میکنن که اینا ایرانی ها، حتما اینا دیگه. شما مردم رو فکر میکنن که با عمامه و ریش و همین ریختی هستید، همین ریختی که سرانتون، رهبرانتون هستن. و در اینجاست که این تلویزیون به خاطر اینکه شما مردم رو برگردونه به اون شخصیتی که سزاوار و شایسته اون هستید، پیشنهاد میکنه که شمشیر خونریز تازیان رو از دست شیر گرفته، شمشیری که گفتم آقا محمد خان قاجار سردودمان قاجاریه این رو به دست شیر داده، میگه این شمشیر رو بگیرید، فرمان کوروش بزرگ رو که افتخار ایران و ایرانی است، افتخار انسانیت، افتخار جهانه، به دستش بدید. خب شما مردم، مردم ایران، اگر واقعا تروریست نیستید، تروریست پرور نیستید، اگر مردمی هستید که بازماندگان همان ایرانیان آریایی و همون مردم با شخصیت هستید، بهترین موقعیت با پشتیبانی کردن از این پیشنهاد و با پیگیری این مسئله کاری رو بکنید که این شمشیر از دست شیر گرفته بشه، فرمان کوروش، منشور کوروش به دست شیر داده بشه و به جهان نشان بدیم که ما ایرانیان این هستیم. ما ایرانیان اون چیزی که اونا معرفی میکنن، حکومت آخوندی معرفی میکنن، نیستیم. یک موقعیت بسیار خوب برای شما بگم که درباره تاریخ، تاریخ شاهنشاهی، چون تاریخ رو آن زمان مجلس شورای ملی و مجلس سنا تایید و تصویب کرده بودند که تاریخ شاهنشاهی باشه و این یک قانونه در ایران، بماند که اگر یک نخست وزیری بعداً در اون روزهای انقلاب یا شورش اومد گفت که این تاریخ رو عوض کنید و بعد هم مشخص شد که اون نخست وزیر کی بود و با کجا زد و بند داشت، همون شریف امامی رو میگم، و از کجا دستور می گرفت، ولی اون رو هیچ وقت ما مردم نپذیرفتیم و ما هیچ وقت اون رو قبول نداریم. تاریخ ایران، پارلمان ایران گفته که شاهنشاهی، در نتیجه الان تاریخ ما 2566 شاهنشاهیه
و این لوح رو، فرمان کوروش رو شما مردم الان که مجلس شورای اسلامی اومده جای مجلس شورای ملی رو گرفته و آخوندهایی که ایرانی نیستند میهن ما رو اشغال کردند، پارلمان ملی ما رو هم اشغال کردند، این رو شما میتونید از طریق یک رفراندوم، ضمن این که نشان بدید که همبستگی خودتون رو نشان بدید و نشون بدید که ایرانی تروریست نیست، ایرانی به ملیت خودش میباله و افتخار میکنه. من با سپاس از آقای سامان کارگردان فنی و آقای پیمان اصلانی درخواست میکنم که اون سرودی رو که پرستوی اصلانی خونده اگر آماده است پخش کنن تا بعد در این باره با شما صحبت کنم. فرمان کوروش بزرگ رو به آگاهی شما برسونم و بگم که در این فرمان چه نوشته شده. ده قرن از این پیش آیا چه کسی دید که آن مرد با آتش پنهانش، با طبع خروشانش، 30 سال شب و روز چه ها گفت و چه ها کرد؟ انگیزش از گفتن شاهنامه چه بوده است؟ 30 سال برای چه؟ برای که سرود است؟ سیمای اساطیری ایران کهن را آن روز چرا گرد ز رخسار زدود است؟ می دید وطن را که سراپا همه درد است، می دید که خون در رگ مردم همه افسرده و سرد است، آتشکده ها خالی و خاموش، لبخند فراموش، بیگانه نشسته است بر اورنگ، از ریشه دگرگون شده فرهنگ، می گفت که هنگام نبرد است، سر تا سر ایران همه در ماتم و درد است، شاهنامه به ایران و به ایرانی گوید یک روز شما در تنتان گوهر جان بود، یک روز شما بر سرتان تاج کیان بود، آن پرچمتان رعیت مهر و خرد و داد افراشته بر بام جهان بود، شاهنامه به آن مردم خود باخته گوید بار دگر آنگونه توانمند توان بود، بار دگر آنگونه توانمند توان بود. با درودی دوباره. خب همیهنان گرامی، مثلا یکی از طرح‌هایی که حالا پیشنهاده و پیمان درست کرده اینه که ما منشور رو بین دو شیر قرار میدیم و اون تاج پادشاهی رو که افتخار آفرین برای کشور ما، کشوری که گفتم 2500-600 سال سابقه شاهنشاهی داریم، اون هم شاهنشاهانی همانند کوروش بزرگ که جهان به وجودش افتخار میکنه، ما چرا باید تاریخ کشورمون، تاریخ مسافرت یک پیغمبری که اصلا متعلق به کشور ما نیست، در خود قرآن